جواب این مسئله اینه که خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و هم در سفر و هم در حضر هم در جایی که ضرورتی بوده و هم در جایی که ضرورت اختزا نمی کرده. هیچ مشکلی نبوده نه بارانی بوده نه گرفتاری بوده بین نماز ظهر و جمع خونده بین نماز مغرب و عشاء جمع خونده هم به جماعت هم به فرادا جمع خونده بله اگر چنانچه انسان نماز رو فرادا بخواند جماعتی در کار نباشه وقت هم داشته باشد مشکلی هم نباشه در فقه ما هم اینه که میگه مستحب انسان جدا بخونه نماز ظهر بخونه یک ساعتی مثلا بعد نماز عصر بخونه ولی ای که بگم این کار اگر کسی بخواد جمع بخواند خلاف سنت پیغمبر هست نه برعکسه من یک سری روایات رو یادداشت کردم نمیدونم چقدر وقت داریم که تو این روایات در کتاب های صحیح برادر اهل سنونمون روایاتی هستش که پیامبر اسلام بین نماز ظهر و عصر جمع خوند نماز مغرب و جمع خوند در حالی که هیچ با. عذری هم نبوده در سفر هم نبوده این یه سلسله است کمتر از پنج دقیقه اگر اینجوری باشه در حد پنج دقیقه ما میتونیم این روایت رو بعضی اشاره کنیم آه. که ما در روایت فراوانی داریم از جمله روایاتی که ما اینجا یادداشت کردیم خدمت عزیزان روایتی است که خدمتون ارز کنم که در صحیح مسلم جلد یک صفحه 489 حدیث 705 این روایت آمده خب در این روایت چی میگه؟ این روایت همون روایت یحیی بن یحیی معروفه که در فقه برادر اهل تسنونمون کسی که صحیح مسلم خونده صحیح بخاری خوانده فقه خوانده میدونه که این یک روایت معروفیه از ابن زبیر از ابن عباس این روایت رو اینجوری این نقل میکنه که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم ظهر و عصر را مغرب و عشا را جمیعا خواندن فی غیر خوف ولا سفر در حالی که نه در سفر بود نه هم خوفی داشت یعنی بین نماز ظهر و عصر جمع کردند بین نماز مغرب را جمع خواندند